بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 18، درس أجله مراجعة تكرار يوم درسي سابقة. التدريب الأول، تمرين أول، خوامي همزة وباء وطاء والثاء والجيم حاء وخاص، يعني مربرش كلمات بيضاء ميكرين. التدريب الثاني، تمرين دوهم، مثلا همزة واو ياء، إذا ما حنا فهمنا كتشي ميخين عزين. التدريب الثالث، اقرأ مفتبخا سارة والصارة، هيك السين ما قفتين حروف المرقاق نرمس، والصارة حرف صاد كس حرف شيس برس مفخم، بس إن السين مرقق نرم خندمشة والصاد مفخم بر خندمشة، سارة والصارة. التدريب الرابع، تمرين شارمي بر السین و صاد شما کلمات پیدا میکنید. کار خانگی شاگرد هست که مثلا بر السین و صاد چند کلمه پیدا میکنید. التدریب الخامس، تمرین پنجمی چیز، ادخل ال على الكلمه ثم اقرأ. شما طبعا میفهمید که بعض حروف حروف شمسی میگن و بعض حروف حروف قمری میگن. حروف شمسی و حروف قمری چی فرق داره؟ حروف شمسی و حروف است که وقتی الف لام سرش داخل میشه باز او لامش خوانده نمیشه، حرف بعدیش که بعد از لام میه او شد خوانده میشه، مشدد خوانده میشه. مثلا شهر وقتی که الف لام داخل میکنی میگی الشهر الشهر، شارع الشارع، شهر ما رو میگنی الشهر، شارع الشارع، سوق السوق، طعام الطعام، شرفة الشرفة، ستار الستار، ساعة الساعة، طابق الطابق، سقف السقف. اما حروف قمري حروف است که وقتی که الف لام داخل کردی لامش خوانده میشه، مثل حجره الحجره، بس حا و میم و میم و قاف و میم و حا و ح و میم، یا یعنی جمله حروف چی هستن؟ حروف قمری هستن. از این خاطر در حجره میگه حجرة الحجرة، حديقة الحديقة، مسجد المسجد، مكتب المكتب، قراءة القراءة، مصباح المصباح، حائط الحائط، حمام الحمام، مدخل المدخل. التدريب السادس، تمرين ششم كاس سري أمو أعداد ترتيبية، مثلا الأولى الثانية الثالثة. بالزبان العربية أمي قسم نيجا، مثلا ما وش ما مني موتر اولی، موتر دومی، موتر سومی. اینجا چی میگیم؟ میگیم که السیارة الاولى موتر اول، السیارة الثانیه موتر دومی، السیارة الثالثه موتر سوم، السیارة الرابعه موتر چهارمی، السیارة الخامسه موتر پنجمی، السیارة السادسه موتر ششمی، السیارة السابعه موتر هفتمی، السیارة الثامنه موتر هشتمی، السیارة التاسعه موتر نهمی، السیارة العاشره موتر دهمی. پس ای اعدادی هستن که به ترتیب گفته میشه، مثلا اول، دوم، سوم، چهارم. توجه شد مثل که در صنف دیگه مثلا الطالب الاول اگر مذکر باشه باز میگه الطالب الاول، محصل اولی، الطالب الثانی، اگر نمره باشه باز میگه الدرجه الاولى، الدرجه الثانيه، یعنی اول نمره و دوم نمره، به این شکل گفته میشه. التدریب السابع، اكتب مضاد هذه الكلمات كالمثال. ميجا مشتاق مضاد هذه الكلمات ضد كلمات در انگلیسی اپوزیت بگنه. مثلا ما میگیم صغير ضد صغير چی است؟ كبير، بزرگ. قريب ضد چی است؟ بعيد. مثلا فوق ضد چی است؟ تحت. يمين ضد شمال، تحت فوق، صغيرة كبيرة، وراء پشتر، امام پشروی، شمال شمال، وقت زد شمال چیست؟ جنوب، شرق غرب، یدخلو زد یدخلو چیست؟ یخرجو، یجلسو می نشیند، یقفو استاد می شود، یسعدو بالا می رود، خب یسعدو بالا می رود، ینزلو پایین می شود، مغادره مغادره هبوط، مثلا ترک می کنه، هبوط می نشیند، تحبتو می نشیند، تغادرو مثلا ترک میکنه یا حرکت میکنه.
التدريب الثامن تمرين هشتمي چیز اکتب المثنى والجمع كالمثال. مگه مثنى و جمع را مثل کده مثال است شما هم نوشته که مثلا مثال اول مدرس است، مثنى مدرس چی است؟ مدرس. و جمع چی است؟ مدرسون. مضيف مضيفان مضيفون. طيار طياران طيارون. جزار جزاران جزارون. حمال حمالان حمالون. مثال دو مثلا جد مؤنث است، میگیم جدت جدتان جدات. مساحة مساحتان مساحات. محطة محططان محطات. مكتبة مكتبتان مكتبات. إشارة إشارتان إشارات. التدريب التاسع تمرين مهم، شما میگه اقرأ و ها اقرأ واشكل آخر الكلمة التي تحتها خط. اقرأ بخوان واشكل وشكل گذاری کن، یعنی زیر زبر بتی آخر الكلمة التي تحتها خط، آخر کلمه‌ای که در زیرش خط است. مثلا میگه یقطع بکر اللحم بالسکین، یعنی سکین چه باید کسره بیتی. چرا؟ به خاطر از با وقتی که در سر یک کلمه داخل میشه بازو را جر میده. علامت جرش اینه چی است؟ سکین است. با حرف جر سکین اسم مجرور و علامت جره الکسره الظاهره علی آخره. همین قسم باید یاد بگیریم. یقطع بکر اللحم بالسکین، قطع میکنن بکر گوشه با کارد. یتناول بکر اللحم بشوکتی، شوکته و شوکته غلط است، با که داخل شد باید بشوکتی بگوییم. یتناول بکر اللحم بشوکتی فی المدخلی، اینجا فی داخل شده. حروف جر که است با تا و کاف و لام و واو و منذ و مسخلا رب حاشا من عدا فی عن علا حتی اله. ای یک شعر هم جور کردن اگه حروف جر کس نی حروف جر عبد حرفا کن در این یک بیت آمد جمله بی چون چرا با و تا و کاف لام و واو و منذ و مسخلا رب حاشا من عدا فی عن علا حتی اله. یعنی چی است؟ مثلا فی وقتی که داخل شد یا با داخل شد یا علا داخل شد سر یک اسم بازی حرفا رو چی میده؟ جر میده. علامت جر چی میشه؟ کسره. بعضی اوقات فی المدخل اشیاء کثیره العصفور علی الشجره تی، اینه باید تی بیتیم. السوق بعید عن موقف السیارات موقفی، اینه موقفی فیشه کسره میتین. محمد قریب من السوق، اینجا محمد مبتدا قریب خبر، مبتدا و خبر مرفوع می باشن. محمد قریب من السوق، محمد میگه نزدیک است به من السوق، اینو کسره داریم. مثلا حجره القراءه کبیره، حجره تو هم مبتدا هست چون سر از چیز داخل نشده، پس از این خاطر ایره به ضمه میخوانیم. حجره القراءه کبیره. بکر یمسک الکتاب، بکر هم مبتدا هست مرفوع می باشد ضمه می داشته باشد. بکر یمسک الکتاب. خب فی البیت حدیقه واسعه، یعنی حدیقه ای هم مبتدا هست. اینه باز شما انشاءالله تعالی در درسای نحوی تان میخوانیم. التدریب العاشر این دول العربیت و علی الخریطه، میگه کشورهای عربی بالای نقشه کدام یکی هست؟ میگه ما شما مثلا دول عربیه، میگه گفته المملکت العربیت و سعودیه، میگه به نقشه هست. عراق کشور عربی هست، مصر کشور عربی، السودان، لیبیا، میگه الجزائر، تونس، موریتانیا، دیگه المملکت المغربیه، اینجا چیست؟ این کشورهای چیستن؟ عربی هستن. جمهوریت الصومال، اليمن، عمان، این بحرین، این یک کلش کشورهای چیستن؟ کشورهای عربی هستن که شما اونها رو در نقشه دیدین. التدریب الحادی عشر خریطه العالم الاقسام السیاسیه و طرق المواصلات. مثلا اینجا میگه بخش های سیاسی و طرق مواصلات، میگه اینجا در نقشه مثلا تقسیم بندی هاست، زرد است و مثلا این خط های مواصلات است. خلاصه اینجا که خریطه العالم چی مانه؟
خریطه نقشه را میگه، خریطه العالم یعنی نقشه جهان. الاقسام السیاسیه بخش های سیاسی یعنی چه قسمی در جهان تقسیم بندی شده، و طرق المواصلات و راه هایی که یک کشور به کشور دیگه وصل میکنن، اینا توسط خط اینجا در نقشه نشان داده شده است. عجب، مثال من این انت، اینا اینجا سوال میشه. مثلا اگر اتصال شدین شما که من این انت، شما از کجا هستین، میتونی بگید که انا من مصر، من از مصر هستم، انا مصری، انا من افغانستان، انا افغانی. من این انت، انا من السودان، انا سودانی. من این انت، انا من فرانسا، انا فرانسی. اینا وقتی که من فرانسا، من از فرانسا هستم، و وقتی که من فرانسی هستم، یعنی یا نسبتی است که داخل می باشه. فرد مثلا افغانی از افغانستان. من این انت، انا من اوغندا، از اوغندا هستم، انا اوغندی. من این انت، انا من باکستان، انا باکستانی. من این انت، انا من نیجیریا، انا نیجیری. تانزانیا، تانزانی. تایلند، تایلندی. الصین، صینی. الفلیپین، فلیپینی. الهندی. امریکا، امریکی. الحبشه، حبشی. انا من افغانستان، انا افغانی. التدريب الثاني عشر، تمرین دوازدهم. رنگ ها را براتون میگم، مثلا این سعی کنید رنگ سفید ابیض میگن، معنیش باز میشم بگید ضاء اسود. سیاه را میگم معنیش سودا. احمر، سرخ میگن معنیش حمرا. اصفر، زرد میگن معنیش صفرا، ازرق. آبی را میگن معنیش زرقا. اخضر، سبز میگن معنیش خضرا. لون تفاح احمر، رنگ سیب سرخ است. التفاحة حمراء، يعني معناه شيشة. التفاحة، إذا التفاح تين هذا شيء تين هذا، بس ما نقول التفاحة حمراء. شو التفاحة معناه؟ برش صفاتها حمراء. مين لون الشجر؟ أخضر. رنج درخت سبز، الشجرة خضراء، درخت سبز. لون البيض أبيض، لون التخم سفيد، رنج التخم. البيضة بيضاء. لون السيارات أسود، رنج موتورها سياه. السيارة السوداء، موتور سياه. لون الجزر أصفر، رنج زردك زرد. الجزرة صفراء. لون الكراسات أزرق، رنج كراسة أبيض. الكراسة زرقاء. التدريب الثالث عشر، تمرين الدوسته. مين ما يخانم سل میگه وصل کو. مثلا شما اینجا خط کش میکنین، فی حجة القراءة مکتب کبیری، مثلا مثالش بکر یجلسو خلف المکتب. اینجا کش بکنین اینجا به خلف المکتب، یعنی بکر میشینه در پشت سر میز. هو یقرأو، میگه او میخونه. چی میخونه؟ هو یقرأو فی المصحف الشریف، یعنی در قرآن شریف تلاوت میکنه، میخونه. المطبخ قریب من حجة الطعام، به این خط کش میکنین. و دوره المياه، خب تشناب با کجا هست؟ على يمين حجتنا، و میخواد کش میکنید به راست اتاق خواب. هل المطبخ واسع؟ این سوال است. دام شده میخواد کش میکنید، میگه نعم هو واسع. نه خطیب، ماذا في المطبخ؟ ماذا في المطبخ؟ اینجا میگه که ادوات الطعام. اين سلة المحملات؟ کسافت دانی کجاست؟ میگه که تحت حوض الماء، زیر حوض آب است. کم حجره فی البيت، خانه چند اتاق داره؟ میگیم خمس حجرات، پنج اتاق داره. هل البيت قریب من السوق؟ هل البيت قریب من السوق؟ شما میگید لا هو بعيدا. التدريب الخامس عجب، مثل ما لون الموز؟ شما میگید لون الموز، میگید رنگ کله چه قسم است؟ میگید لون الموز اصفر. ما لون الطماطم؟ ما لون الطماطم؟ میگه رنگ چیز بانتجان رومی چه قسم است؟ شما میگین لون الطماطم احمر، رنگ بانتجان رومی سرخ است. ما لون الخیار؟ رنگ بادرنگ چه قسم است؟ شما میگین که لون الخیار اخضر، رنگ بادرنگ سبز است. ما لون الجبن؟ رنگ پنیر چه قسم است؟ شما میگین لون الجبن ابیض. ما لون الصبوره؟
رنگ تخته چه قسم است؟ اگر تخته سفید بود میگن لون الصبورت الابيض، اگر تخته سیاه بود باز میگن لون الصبورت اسود. هذه فاصولیه، میگه این فاصولیه هست، الفاصولیت خضراء، طماطم. مثلا میگه که طماطم، باز خب میگه هذه طماطم و رنگ دیگه قدیم مثلا کچالو سرخ رقم هم است، احمر، بعد کچالو زرد رقم است. اسنان جمع سن است. موزة کیله چه قسم است؟ الموزة الصفراء، زرد است. زهری یا گلدانی چه قسم است؟ رنگ های مختلف می داشته باشه، زیادتر رنگش میشه صفرا زرد باشه. سبور تخته، تخته را بگیم که سبورتون بیضا. التدریب الثالث عشر، کم این کلمات از اینجا مثلا حی، از این کلمات شما کلمات را جور میسن حرام، ای که کارخانه شما هست. التدریب السابع عشر، تدریب عبدام چیست؟ عجب ثم مکتوب، میگه اول جواب بگو باز نوشتش کو. این البیت یا محمد، خانه در کجاست محمد؟ در جواب شما میتونید که البیت قریب من المسجد الحرام، کم ایجار البیت؟ این جواب میتونید میگه ایجار البیتی یا مثلا 20,000 ریال، کم حجت فی البیت، در خانه چند اتاق است؟ شما میگین که 3 حجرات. هل فی البیت حجت الاستقبال؟ نعم فی البیت حجت الاستقبال. و ماذا فی حجت الاستقبال؟ فی حجت الاستقبال مثلا میگن که چی هست؟ الکرسی، کرسی چوکی هست و چوکی هست و مثلا الاریکه امو کاوچ کلان است. و هل فی البیت حجتون المکتب؟ آیا در خانه اتاق برای اتاق میزها هست؟ میگن نعم فی البیت حجتون المکتب. و ماذا فی حجت المکتب؟ در اتاق مکتب چی هست؟ میگن که المکتب و الکرسی. و هل في البيت حديقة؟ أي خانة باغ دار؟ نعم في البيت حديقة كبيرة. وهل الحديقة كبيرة؟ نعم الحديقة كبيرة. أين حديقة البيت؟ باغ خانة كجاس؟ مين حديقة البيت يعني قريب من البيت. هل في هل هي حول البيت؟ أي در أطراف خانة؟ نعم هي حول البيت. وهل حولها السور؟ أي در أطراف باغ دوار است؟ و به شکل ما و شما رسیدیم به الوحدة الرابعة. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.